یک دختر زیبا جعبه جادویی رو پیدا میکنه که میتونه 7 آرزو رو برآورده کنه. او هیجان زده و خوشحاله. فکر میکنه بالاخره میتونه تمام کمبودها و آرزوهای خودش رو به واقعیت تبدیل کنه. اما خب اتفاقات اونطور که اون میخواد پیش نمیره و آرزوهاش به قیمت خونینی برآورده میشه. یعنی قضیه چیه؟ میریم و از اول داستان شروع میکنیم. با من باشید. کلیر شانون، یک دختر 17 ساله رانده شده دبیرستانی با خاطره خود مادرش که در کودکی شاهد آن بود با پدرش زندگی میکنه. شغل پدرش جمع‌آوری مواد بازیافتی از سطل زباله هاست. یه روز پدرش به صورت اتفاقی جعبه عجیب رو بین زباله ها پیدا میکنه و به عنوان کادوی تولد به کلیر هدیه میده. کلیر از ظاهر جعبه خوشش میاد و جملاتی به زبان چینی روی اون توجهش رو جلب میکنه که نوشته 7 آرزو. در حالی که جعبه تو دستشه، دوستش بهش خبر میده که دارسی، دختر سلیطه مدرسهشون، فیلم دعوای اونو تو صفحهش گذاشته و مسخرهش کرده. دختر آشغالچی. کلیر که حسابی ناراحته به جعبه نگاه میکنه و ناخودآگاه آرزو میکنه دارسی بپوسه. فردای اون روز خبرش تو مدرسه میپیچه که پاها و صورت دارسی دچار نوع بیماری عفونی شده و فعلا توی ICU بستریه. کلیر یاد آرزوی خودش در مورد دارسی میفته که گفته بود دارسی بپوسه. وقتی به خونه برمیگرده سگش رو نمیبینه. همه جا رو دنبالش میگرده و در نهایت جسد سگش رو در حالی که موشها در حال خوردنش هستن پیدا میکنه. او برای آرزوی دوم عاشق شدن پاول، پسر خوشتیپ مدرسهشون که هیچ وقت به او توجه نکرده بود رو میخواد. فردای اون روز یهویی پاول با دوست دخترش کات میکنه و به سمت کلیر میاد. او متوجه میشه که واقعا جعبه داره آرزوهاشو برآورده میکنه. دوباره وقتی خونه برمیگرده تو تلویزیون خبر مرگ عموش آگوست رو میبینه که توی وان حموم به سرش ضربه خورده و مرده. بعد از شنیدن خبر مرگ آگوست، کلیر آرزو میکنه اون هم سهمی در وصیت‌نامه‌اش داشته باشه. در کمال تعجب فرداش خبر میدن که عمو آگوست تمام داراییش رو به کلیر بخشیده. او از شنیدن این خبر ذوق زده شده و با پدرش به خونه جدید، یعنی همون خونه عمو آگوست، نقل مکان میکنه. و یهویی زندگی کلیر تغییر میکنه. او با دوستاش شروع به خوشگذرونی و خریدهای آنچنانی میکنه و از این زندگی زرق و برق که نصیبش شده کلی لذت میبره. در همین حین جعبه باز میشه و یه موزیک مخصوص از درونش شنیده میشه. در زمانی که جعبه مینوازه میبینیم این طرف خانم لوکا، همسایه قدیمی کلیر، تو آشپزخونه‌اش دچار سانحه میشه و به طرز فجیعی میمیره. همینجوری که خانم لوکا داره میمیره، جعبه هم داره بسته میشه. خلاصه مشخص میشه جعبه آرزوی کلیر رو برآورده میکنه، اما بیخبر از این که آرزوهاش چه عواقبی داره. او از دوستش رایان میخواد که در ترجمه بقیه جملات روی جعبه کمکش کنه. رایان اونو نزد دختر داییش جینا میبره و جینا اون نقوش رو اینطور ترجمه میکنه. جعبه قول داده 7 آرزو رو برآورده کنه، اما قوانینی داره. اول اینکه موقع آرزو کردن باید دستتو روش بذاری. دوم اینکه اگه جعبه رو گم کنی، دور بندازی و یا بفروشی، تمام آرزوهات به حالت قبل برمیگرده. برای ترجمه جمله آخر روی جعبه، جینا به دوست استرالیاییش ایمیل میفرسته و ازش کمک میخواد. در راه برگشت کلیر میبینه پدرش هنوز تو زباله ها کار میکنه. او از پدرش میخواد حالا که زندگیشون خوبه دست از این کار بکشه، اما او از کارش لذت میبره و نمیخواد رهاش کنه. کلیر برای آرزوی بعدیش میخواد که پدرش دیگه بین زباله ها کار نکنه. آرزوش برآورده میشه. میبینیم پدرش در حال نواختن ساکسیفون کاملا شیک و جذابه، طوری که حتی دوستاش جذبش میشن. جینا جواب ایمیل رو دریافت میکنه و برای رایان پیغام میذاره که ترجمه جمله آخر رو پیدا کرده و اونو حسابی ترسونده. در همین حین دوباره جعبه باز میشه و صدای موزیک ازش بیرون میاد. فردای اون روز رایان برای دانستن جمله آخر میاد خونه جینا. تو خونه او جسد اونو در حالی میبینه که به شکل وحشتناکی کشته شده. توی مدرسه از کلیر میپرسه که تا حالا با اون جعبه آرزوی هم کرده و یا صدای موسیقی رو از اون جعبه شنیده؟ اون میگه معنای جمله‌ای که جینا متوجه شده اینه وقتی موسیقی پایان میابه بهای خون پرداخته شده و براش مرگ دلخراش جینا رو تعریف میکنه. توی مدرسه پاول که حالا دوست پسر کلیر شده توجه زیادی بهش میکنه، اما کلیر بقیه دوستاشو از دست میده و هیچ محبوبیتی بین اونا نداره. به خونه میاد و از جعبه میخواد که محبوب ترین دختر مدرسهشون بشه. همون شب به یه پارتی دوستان دعوت میشه و همه حسابی تحویلش میگیرن و بهش توجه میکنن. اون شب او دوباره خواب خاطرات بچگی و صحنه خوشگل مادرشو میبینه. فردای اون روز که برای دیدن خانم لوکا، همسایه قدیمیشون، میره، جسد متعفن اونو توی آشپزخونه‌اش پیدا میکنه. حرفای رایان و مرگ‌های عجیب پی در پی اونو به فکر فرو میبره و دیگه نمیتونه شاد باشه.
او داستان جعبه رو برای دو تا نزدیکترین دوستاش تعریف میکنه. اونا سرزنشش میکنن که چرا فقط برای خودش آرزو کرده و چرا از اون آرزوها در راه بهتری و برای دیگران هم استفاده نکرده. با هم توافق میکنن که از شر جعبه خلاص بشن، اما کلیر یاد جملات روی جعبه میفته که نوشته بود اگه جعبه رو نداشته باشی تمام آرزوها به حالت قبل برمیگرده. در نتیجه از این تصمیم منصرف میشه. توی شب جشن دوستانه جعبه دوباره شروع به نواختن میکنه و مرده دوست نزدیک کلیر بر اثر سقوط آسانسور جون خودشو از دست میده تا خونبهای محبوب شدن کلیر پرداخته بشه. رایان داستانهای متعددی رو درباره افرادی میگه که مالک اون جعبه بودن و به نوعی زندگیشون دچار تحول شده و بعد از اینکه عزیزان و دوستانشون رو به شکل مرموزی از دست دادن در نهایت خودکشی کردن. بهش یادآوری میکنه که جمله دیگه ای نیز روی جعبه بوده و اونا متوجه اون نشدن. معنای اون جمله اینه که بعد از هفت آرزو جعبه روح مالک جعبه رو طلب میکنه. رایان کلیر رو به خاطر خودخواهیش و 5 آرزو که تا حالا کرده سرزنش میکنه و اونو مقصر مرگ افراد میدونه. اما کلیر میگه که اون هرگز نمیدونسته آرزوهاش بهایی در کار داشته. خلاصه اونا بعد از مشاجره لفظی با هم سعی در نابودی جعبه دارن، اما به هیچ وجه موفق نمیشن. صبح روز بعد جعبه رو پیدا نمی‌کنن و از اون لحظه به بعد به نظر میرسه دوباره همه چی به حالت قبل داره برمیگرده. ثروتشون رو از دست میدن و به خونه قبلی برمیگردن. تو مدرسه‌شون محبوب نیست و پاول هم بهش بی‌محلی می‌کنه. او متوجه میشه که دوستش جعبه رو برداشته تا کلیر دیگه آرزو نکنه. با هم گلاویز میشن و کلیر دوباره جعبه رو به دست میاره. او در حالی که به دوستش قول داده بود که دیگه آرزو نکنه، در حالت عصبی آرزو می‌کنه که مادرش خودکشی نمی‌کنه. در این لحظه مادرش با دو خواهر کوچکتر وارد اتاق میشن و تولد اون رو جشن میگیرن. کلیر اتفاقی بین نقاشی‌های مادرش تصویر اون جعبه رو میبینه و متوجه میشه که در گذشته جعبه متعلق به مادرش بوده و همین جعبه باعث خودکشی او شده. در این لحظه صدای موسیقی جعبه پخش میشه تا بهای آرزوی کلیر که مادرش رو زنده کرد ادا بشه. او که میدونه قراری اتفاق بد واسه نزدیکانش بیفته دنبال پدرش هست. میبینه پدرش تو حیات خونه است. میدوه تا مانع حادثه احتمالی که ممکنه پیش بیاد بشه، اما قبل از این که برسه پدرش به شکل ترسناکی با اره برقی کشته میشه. کلیر در حالی که خون پدرش روی صورتش باشیده با وحشت دوباره هفتمین و آخرین آرزوش رو میکنه. او میخواد که همه چی به روزی برگرده که پدرش جعبه رو براش هدیه کرد. از خواب بیدار میشه و میبینه صبح روزیه که پدرش جعبه رو پیدا کرد. همه چی درست شده. دوستش مردیت و خانم لوکا هم زندن. حسابی خوشحال میشه و پدرش رو به آغوش میکشه. از پدرش میخواد که همراه او برای جمع‌آوری زباله ها بره. او جعبه رو دور از چشم پدرش بین زباله ها پیدا میکنه. داخل کوله پشتیش میذاره و میبره تو مدرسه‌اش. تو مدرسه رایان رو میبینه. از اون جویای احوال جینا دختر داییش میشه. رایان تعجب میکنه که کلیر اونو از کجا میشناسه. کلیر از رایان میخواد که اون کوله پشتی رو بدون باز کردنش یه جایی دفن میکنه. او در حرکتی قابلگیرانه رایان رو میبوسه و با تصور اینکه با دفن کردن جعبه همه چیز به حالت عادی برمیگرده با لبخندی بر لب از او جدا میشه. اما در همون لحظه با ماشین دارسی تصادف شدیدی میکنه و کشته میشه. و اینجاست که صدای موزیک جعبه به گوش میرسه. این یعنی با تمام شدن 7 آرزو جعبه روح کلیر که صاحب جعبه باشه رو ازش میگیره. در صحنه انتهایی فیلم رایان قبل از دفن کوله پشتی وسوسه میشه و نگاهی به جعبه میندازه. او که هیچ خاطره ای از جریان آرزوی کلیر نداره مجذوب نوشته 7 آرزوی روی جعبه میشه. به نظر میرسه که این چرخه باطل همچنان ادامه پیدا میکنه و فیلم به پایان میرسه. اسم این فیلم Wish Upon یا بر فراز آرزو هست. شما اگه چنین جعبه‌ای رو به دست بیارین چه آرزوهایی میکنین؟ لطفاً برام بنویسید. خب مثل همیشه فیلم کامل رو با زیرنویس تو کانال تلگرامم قرار میدم. در ضمن ممنون میشم اگه یه لایک هم به ویدیوم بزنید. تا ویدیوی بعدی وقتتون بخیر.